سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز از سلسله ویژه برنامه های فیمس بخش از آپارات در خدمت یک بازیگر گوینده خوب مردمی با اخلاق درجه یک نیمای رئیسی عزیز هستیم. سلام و عرض ادب. قربونت برم بودم چون سلام میکنم خدمت تو بیننده های برنامه تیوی نتورک. چرا هنرمندا نمیان مشکلات اجتماعی رو بگن؟ من معتقدم که ما که مصلح اجتماعی نیستیم، ما هم یه آدمی مثل بقیه. بنده همونقدر تو این جامعه موثرم که یک کارگر، یک کارمند، یک پزشک، یک مهندس فرقی نمیکنه. ولی اگه از این منظر میگیم که مثلا چه میدونم اون اتفاقی که برای زندگی تخلی افتاد که مثلا پاشو رفت پول جمع کرد برای زلزله زده ها و اینها، اون کارو حالا در توانمون باشه با کمال میل انجام بدیم. ولی اینکه ما بخوایم هی بیایم بگیم آ چرا این اینجوریه چرا اونجوریه، من به شدت باش مخالفم، برای اینکه من هم یک رهروم، من راهبر نیستم. در واقع من باید فیلم خوب بازی کنم، نمیدونم ترانه خوب بخونم، همین کاری که دارم میکنم. حالا جالبه تو همین کارم والله ما داریم انجام میدیم، خیلی اینجوری هم که شما چرا هم بازی میکنم؟ آقا اینا به خدا شاخه های یه درخته، به من چه که بازیگر دیگه ای بلد نیست بخونه؟ باید بلد باشه، وظیفشه، باید یاد بگیره که خوب بخونه، باید یاد بگیره خوب برقصه. من چیکار کنم که اونایی دیگه بلد نیستن؟ اونیم که بلد نازش هستش آفرین، دمش گرم، کنسرت بذاره بخونه و بلکس. ما اومدیم تحصیل کردیم، آموزش دیدیم، دوره دیدیم، تمرین کردیم برای این قصا. بازیگری حتما شما باید صداتون رو تربیت کنی، حتما باید بدنتون رو تربیت کنی. خیلی موقع من شنیدم سازنده ها میگن ما که بازیگرای چی قابلی نداریم بخوایم فیلم اکشن بسازیم. بابا چرا شما بسازیم ما هم قابل میشیم. مردم انتظار ندارن که مثلا نیمای رئیسی تو سیل اخیر بیاد در مورد ناکارآمدی مثلا مدیریت تو بحث این قضیه بیاد مثلا نظرشو بگه. مثل این میدونی مثل چی میدونی؟ مثل این میدونی که یه عده نشستن دارن عذاب میکشن، سکوت دارن میکنن، بعد من برم حرف برای چی؟ من هم مثل اون یه عده هم دیگه، یا همه با هم حرف میزنیم یا همه با هم سکوت میکنیم که ما مصلح اجتماعی نیستیم. شدیدن هم معترضم به دوستان خودم که زای پرستویی که تو همه مسئله میگه معترضه. بنده خیلی کوچیک‌تر از این حرفم. نه به هر حال خب همکاری به عنوان شاگردشون بله احساس میکنم ایشون وقتشون رو میتونن توی فیلم و سینما بهتر استفاده کنن، بازی های خوبشون رو ادامه بدن، فیلم خوب بسازن. به نظر من با فیلم و سینما و تئاتر حرفشون رو بزن، با هنر. بله اصلا وظیفه ما اینه. بعد من معتقدم ما به عنوان تماشاگر حق داریم این فیلم رو دوست نداشته باشیم، حق داریم این فیلم رو دوست داشته باشیم، ولی حق نداریم بگیم این فیلم بد است یا خوب است. حتی به نظر من منتقدم اشتباه میکنه، وقتش رو تلف میکنه. منتقد باید این یادداشت رو برای سازنده فیلم بنویسه که بگه آقا این مشکلات فنی و اشکالات در واقع ساختاری رو فیلم داره، و این رو هم تماشاگر عادی اصلا نباید بخونه. به نظر من اگه من جایی مثلا فتوا دهندگان مذهبی بودم گفتم حرام است که اصلا تماشاگر عادی نقد فیلم بخونه. خب به تماشاگر ربطی نداره، نقد فیلم فقط باید فیلمساز و کسایی که کار حرفه‌ای فیلم میکنن. مردم نقد رو کنن، مردم نقد حق ندارن، مردم حق دارن بگن ما دوست داریم دوست نداریم. نه ببخشید من تعیین نمی کنم، دارم میگم آقا خودتون رو اذیت نکنید. شما میتونید یه فیلم رو دوست داشته باشین، میتونید دوست نداشته باشین، نمیتونید بگین این فیلم بد است. بعد باید بپرسم چرا بد است؟ نور پردازی فیلم خوب نبود. خب تو از کجا میفهمی؟ اصلا تو درکی از نور پردازی مگه داری؟ من تماشاگر رو عرض میکنم. بازی فلانی خوب بود، تو از کجا میفهمی؟ درکی از بازی فلانی خیلی خوب بود. نگاه سلیقه‌ای منتقدامون هم نگاهشون سلیقه‌ایه، ولی معتقدم که لزوماً همه فیلم های سینمایی ما نباید بیان اجتماعمون رو بخوان نقد کنن، وضعیت زندگی رو نقد کنن. به شدت با مسئولین و قانونگذارا سر این قضیه موافقم که میگن آقا سیاه نمایی نکنیم، و درست میگن. آقا من ببین این حال منو خوب میکنه، این نئونی که تو اینجا گذاشتی، این رنگ قرمز تلویزیون قدیمی و خب من باید حاله، مگه نذاشتی اینا رو که حال من تماشاگر خوب شه؟ خب من باید حال تماشاگر مخاطبمو خوب کنم. اینقدر رنجی که او تا پیش از این دم در همین سینما کشیده رو دوباره رو پرده براش تصویر نکنم، حداقل تو 4 تا فیلم 5 تا، نه تو همه فیلم ها، که بعد یک ژانر مندرآوردی به اسم اجتماعی به وجود بیارم. ژانر اجتماعی یعنی چی؟ اصلا ما همچین ژانری نداریم تو سینما. ببین ما یک موقعی تو موسیقی این مملکت اتفاق عجیب غریبی افتاد
بهترین نوازنده، بهترین آهنگساز، بهترین ترانه‌سرا جمع شدن و موسیقی رو ساختن که امروز خیلی ازش وام میگیرن، یا امروز مثلا من به اون ارجاع میدم خودم رو برای اینکه بخوام موزیک کار کنم. اما از یک جایی به بعد، مثلا از اواخر دهه 70، این قضیه اصلا رها شد و تبدیل شد به این چیزی که ما داریم امروز میبینیم. اتفاقا خیلی هم پرطرفداره. وقتی که این اتفاق آقای نجفی رو من شنیدم، یهو یاد ناخودآگاه فیلم زندگی خصوصی یا خصوصی آقای فرح‌بخش افتادم. خب این، من معتقدم فیلم، داستان فیلم سینمایی میتونه از زندگی واقعی برداشت بشه، اما باید چیزی بیشتر از زندگی واقعی باشه. و اگر هم زندگی واقعی از بر اساس واقعیت برداشت شده، اون واقعیت فقط یک بار ممکن اتفاق بیفته، دو بار ممکن اتفاق. هر روز تو درسته به لحاظ معنوی هر روز ممکنه همسرانی زنان خودشونو بکشن واقعا به خاطر رفتارهای بدشون، ولی به لحاظ فیزیکال هر روز که شوهرها زنانشونو با هفتیر نمیکشن که، با اسلحه. قبول داری؟ خب این داستان استطاعت فیلم شدن داره. نمونهش باز در همین فیلمی که اکنون فیلم محبوب منه توی سینما ایران و اکران داره میشه، حالا باز بختیاری من بود که آنونسش هم خودم خوندم، به اسم شبی که ماه کامل شد. اونجا همین شبی که ماه حتما برو ببینم، یعنی اونجا این عرض من راجع به این که قراره که ما سرگرم شیم و در اون بکراند حرفی زده. یعنی بهت قول میدم اگر شما رفته این فیلم رو دیدی و بعد گفتیم این فیلم هیچ حرفی برای گفتن نداشت، هر چی دلت خواست برم میتونه بگی، اما این فیلم اول از همه تو رو سرگرم میکنه و بعد حرفش هم داره. من با حرفش کاری ندارم، چون برام کلا حرف زدن جذاب نیست. حرف زدن منظورم اون تم و مضمونه، برای اینکه برای من پیامه. آره اصلا پیام چیز جذابی نیست، ولی دلم میخواد فیلم ببینم، لذت ببرم از اکشن فیلم. آره شبی که ماه کامل شد، دقت کنید به چیزی، از یک داستان واقعی برداشت شده. ببین چه ذکاوتی فیلمساز میتونه به خرج بده. فیلمسازی که در این مملکت داره فیلم میسازه که تماشاگر هنوز که هنوزه برای دیدن فیلمهای واقعی سینما، واقعی منظورم به معنای واقعی فیلم، به معنای واقعی که سینما باشه، تربیت نشده. مردم ما برای همین فیلمایی که در روزمره اتفاق میفته داستانشون فقط تربیت شده، کاری نداری. یعنی میخوام بگم بازیگر درجه یک و خوب به این سادگی تو این کشور نمیره جلو. از کتاب زندگیتون راضی بودین تا الان؟ آینده به معنای واقعی وجود نداره، همه چی در حال میگذره، میدونی؟ همه چی در این لحظه. میخوام ببینم آینده تون رو چی میبینین تو این کتاب، یعنی صفحات برگه های دیگه. من به هر چی که خواستم خدا رو شکر رسیدم، تمام فانتزی های ذهنیم عملی شد. واقعا و داره میشه همینطوری. مرحل شهرتی هم که میخواستی بشه؟ من بوتن اصلا شهرت دوست متاسفانه نیستم. نمیگم از جایگاهی که امروز توی کارم دارم ناراضیم اصلا، ولی من میتونستم جلوتر از این چیزی که الان هستم باشم. این مال چی بوده؟ به یک نگاه ساده، به خاطر اینکه از شهرت فرار کردم. اسم کتاب زندگیتون چی میزه؟ همین نیروی حال. اون حال رو چطوری ما تو روزهای تعطیلمون تجربه میکنیم؟ من حالا دارم هر روز اجورایی تجربه میکنم، مثلا حسی ها. چرا عادی همین پنکان داره خوش خدا میزه. آره تو وجودتون گذاشت که نیمه جان بشین، من خودم رو حالت میدم. زیاد زفن بسیار عالی. امیدوارم تا این بخش از برنامه دیدن صحبت‌های بسیار زیبا و جذاب نیمای رئیسی لذت برده باشید. بریم یه بخش از کاره بازی های هنرمندانه آقای رئیسی رو ببینیم. برگرد مثل اینکه اشرف بهش نگفت. مثل داستان ها میمونه، مردی به خاطر عشق خودشو میکشه. منم نوشنوم همین کارو میکنم. بهتون نمیاد؟ راست میگه، بهت نمیاد تو خودتو بکشی. امیدوارم مجبورم نکنیم ثابت کنم. شما طرفدار کی هستین؟ طرف حقیقت. هرچند حقیقت خیلی با من تو فاصله داره. شما فهمیدین چی شد؟ فکر میکنم مربوط به شغلشون میشه. میتونم بپرسم شغل شما چیه؟ یه جورایی مربوط به شغل پدرتون میشه. شما از اون مردایی هستین که باید تا آخر عمر شغلشون سیکرت بمونه؟ شاید. شما از این مرد خوشتون نمیاد؟ من از هیچ مرد خوشم نمیاد. آقای رئیسی، علاقه شدیدتون به دهه 40 50 موسیقی ایران چرا؟
اصلا من کلا به اون دهها کلا علاقه دارم. میدونم کلا سبک زندگیتون حالا اون که بماند، حتی راجع به ماشین، طراحی خونه، وسایل، لباس، تلویزیون، همه چی، همه چی. من به نظرم 1979 همه چی باید فریز میشد و از اون به بعد همه اتفاقا به همون شکل که قبل بود اداره میشد، میرفت شد. مثلا طراحی لباسا فرق نمی‌کرد، ماشینو به همون شکل طراحی میشد. چرا سبک موسیقی الان قبول نداری؟ قبول من کی باشم که قبول بشه؟ چون من نشه باشم ولی نمیپسند. آره آره، به قول نقی معمولی من نمیپسندم. اون آره واقعا نمیفهم. میدونی چرا؟ خیلی سلیقه‌ایه. احساس میکنم که سلیقه‌ای یا تخصصی؟ یه قسمتش سلیقه است طبیعتا من، اما به لحاظ مفهومی، حالا اگه از این ترانه های در واقع سخیف بگذریم که تظاهر عمیقی دارن، فقط به لحاظ مفهومی از هم ترانه هایی که پیش از این گفته میشد تو دنیای ترانه های کلاسیک تر، ترانه های امید بخشی بود، ترانه های روشنی بود، ترانه های عاشقی بود، ترانه هایی بود که مهر و دوستی و عشق رو تبلیغ میکرد. حالا عاشقم رو دارم میکنم که عشق و مهر و دوستی و خوب بودن رو ترویج بدم، نه دشمنی و بدی و درد و رنج رو. میخوام بگم پس میشه ترانه خوبی گفت که پر از رنج و درد باشه، ولی من میگم چرا؟ یه بار دو بارش جذابه. ترانه هایی که من حتی تو فرزای قدیمی هم به این دقت کنیم، من خیلی سراغت تو دهه 50 بودم، خیلی ترانه های پر از رنج و درد گفته شد. بالاخره فضای سیاسی اون موقع هم یه جوری بود که ترانه سرا ها و خیلی ترانه سرا ها اندیشه های سیاسی داشتن، سعی میکنن ترانه های سیاهی بگن. واسه همین من خیلی با اون ترانه ها موافق نیستم. نمیدونم هوشمند عقیلی رو به عنوان خواننده قدیمی حتما میشناسید. یه باری خاطره جذابی ایشون به عنوان پیشکسوت خواننده، تو رو خدا مردم چون اطلاعاتشون از یه سالی به بعده، اگه دوست دارن بهشون بگیم که شادمهر عقیلی خواننده جوانی است که دارد میخواد و خیلی هم درجه یکه، اما هوشمند عقیلی خواننده خیلی قدیمیه که فضای ایرانی و سنتی بیشتر میخوندم و من این تکرار میکنم که اسمشون هوشمند عقیلیه. آقای عقیلی خاطره جالبی تعریف میکنم، گفتن که در آن زمان وقتی ما میخواستیم دهه 50 یه ترانه بخونیم که آقای پازوکی ترانه رو گفته بودن و آهنگ رو ساختن، که از بهترین ترانه سرا و آهنگ سازا، بعد یه جایی راجب رنج صحبت میشه، حالا اون ترانه قبلیه رو من یادم نیست، ایشون خودشون میخونن، بعد میگن که خب مثلا فرض کن حالا وزارت اطلاعات آن موقع آن زمان اومد بهشون گفت آقا جان برای چی دارین این کار میکنین، برای چی دارین این سیاه نمایی رو میکنین، چرا از رنج حرف میزنین، از درد حرف میزنین؟ گفت خب چیکار کنم؟ آقا جان این ترانه رو به سمت سپیدی ببریم، مثلا در روشنی. خب بعد گفت که ترانه سرا اون عوض که گفت امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم، من زیباترین جامه هایم را بپوشم، من با شوق بی حد باغچه هامون رو صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلخونه جا دادم. این شد خب آخه بعد این ترانه حالت خوبه دیگه بای، چرا بخوایم بعد از جدایی ها بی وفایی ها فردا تو میایی، فردا تو می، خب امید 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 روشنی، چه اشکال داره مردم امید بدیم؟ ای بابا من مشکلم همینه. واسه همین میگم که خوندن این ترانه ها جذابه، ضمن اینکه ساختار ملودی، ساختار تنظیم، یعنی اصلا اون تنظیم ها رویایی به نظر من و دیگه تکرار نشد. میدونیم که ما در آن زمان خب گروه های مختلفی از خارج از ایران میومدن و اینجا توی خب بالاخره کاباره ها و کافه ها و اینا در واقع موزیک اجرا میکردن. یکی از اون آدم هایی که میاد ایران با یک گروهی آقای فرانسوی بود به اسم اریک آرکانت. اریک آرکانت میاد ایران و عاشق ایران میشه، خیلی عجیبه، یه آقای سیاه پوست فرانسوی میاد ایران و پرکاشن نواز بود، میاد ایران و عاشق ایران میشه و شروع میکنه برای ایرانی ها کار تنظیم کردن. و من میگم چند تا از بهترین کارهای بهترین خواننده های اریک تنظیم میکنه. شغلم خوانندگی نیست، من خوندن رو به عنوان آرت دنبال میکنم، ولی برای من جذاب تره که چون کارم این نیست و خودم هم خواننده نمیدونم و شغلم هم خوانندگی نیست، ترجیح میدم که یک کانسپتی رو دنبال کنم، یک مفهومی رو دنبال کنم. ضمن اینکه برای من این جزئی از هوتن، جزئی از دنیای نمایشه.
یعنی همونطور که قبلش هم عرض کردم من تو استودیو خوندن دوست ندارم، واسه همین میتونستم خوب خواننده بشم. نه، من میخوام تو استیج یک فرایندی رو اجرا کنم که شما اسمش رو میتونی بذاری کنسرت، ولی فقط خوانندگی نیست. در واقع چیزی هم اونجا شو نمیدم، یک مجموعه حسیه که توش عشق و محبت و امید رو میخوام تبلیغ کنم. همین. این شما ترانه جنتلمن ساس ممکنه بسند؟ خب کوانتر من مردم خیلی حال دلشون باش بود. همین میخوام بگم. نه که گفتی نمیپسندی آخه. حال خوب میشه بده. حال من خوب میشه بد میشه وقتی میشنویم. من خوب میشه. تمام شد رفت. بس میپسند. معلومه. بس کانسرت بذاریم میره. راگه. حالا واقعا وقتی حالت خوب میشه، حالا میدونی تو فرهنگ ما چیزایی باید مراعات بشه، اونو میفهمم. طبیعتا من کسی نیستم که این شکلی بخوام حال مردم خوب کنم. من با ترانه‌های فاخرتری مطمئنا حال مردم خوب میکنم، ولی اون عزیز اون شکلی میکنه و خیلی هم بازم میگم قابل گوش دادی. حالت خوب شد؟ آره واقعا. حالا نمیشه حالی که مردم میپرسن اینه که چجوری شما مجوز کنسرت هایی رو میگیری که آهنگ هایی رو که هم خود خواننده ممنوع هم خود عرض میکنم هیچ کدوم از اول که بندگان خدا ممنون نیستم، بندگان خدا از این دنیا رهبر هستن. 90% این ترانه هایی که من میخونم مجوز کلی دارن، اما میدونی که ترانه ها رو بر صاحب اثر خواننده نیست، صاحب اثر در واقع فرض بفرمایید آثاری که حداقل 50 سال ازش گذشته، کلا ترانه سرا آهنگساز ایناست که ما با همه از همه این دوستان و بزرگواران اگر در قید حیات باشن اجازه میگیریم. اگر هم خبطی از این جهت صورت بگیره، اونها چی میگن وراثشون هم مثلا ادعایی داشته باشن، با کمال میل من دلم میخواد برای نسل بعد از خودم، یعنی من اصلا 60، 70، 80 اینا برام مهمن یه جورایی، یعنی انتقال نسلی انجام. من دلم میخواد اونا با این نسل آشنا بشن. خب 50 سال پیش این آلبوم اومده بیرون، 50 سال 60 سال پیش، خب حتما نیازه که این کارها دوباره خونده بشه. من نگاهم رو به جلو، یعنی میخوام بگم که من این موزیکی که در 60-70 سال پیش خونده شد و کار شده رو میخوام برای نسل جدید در واقع ارائه بدم. و خیلی جالبه، من خیلی ریاکشن خوب و استقبال عجیبی از جوانها دیدم و نوجوانها در 80 باور کن، یعنی من کلی کامنت و تماس دارم در مورد اینکه این موزیک برای اونا تازه است. میدونی این موزیکی که من به عنوان اولد سانگ دارم کار میکنم برای اونا تازه است. من دو جور به قضیه میتونیم نگاه کنیم، اینکه ما از اون قدیمی‌ها داریم تقلید میکنیم یا اینکه داریم در ادامه اونها راه میریم. من دارم در ادامه اونها حرکت میکنم. حالا تو منظور هنرش رو نشون میدی؟ ضمن این که بذار اینجوری بهت بگم، من حرفم اینه، من به ترانه سرا، آهنگساز و تنظیم کننده هایی که افتخار بدن اگر با من کار کنم، این خواهش هم این ازشون که تصور کنین تو دهه 40 زندگی میکنین، تصور کنین تو دهه 30 دارین زندگی میکنین، تصور کنین تو دهه 50 دارین زندگی میکنین، حالا ترانه بگین. حالا حتما میتونم، ولی منظورم اینه که من اصلا ترانه امروز و اینا نمیفهم، اون ترانه ترانه ماندگاره برای همیشه. نه، اون هنر نمیخواد که ماندگار باشه، اون هنر امکان استفاده لحظه‌ای داره، مثلا دستکش یه بار مصرف، مثل لیوان یه بار مصرف. هر آیا شما یک لیوان یه بار مصرفی که توش چای خوردین دوباره استفاده میکنین؟ من آره، خیلی نه، واقعا استفاده میکنم. خب دیگه، حالا به همین ترتیب اون کسی که اون لیوانو ساخته حواسش بوده ها. میخوام بگم این ارزش گذاری، آیا لیوان یه بار مصرف بی ارزشه؟ خیلی هم با ارزش. این تنظیم کننده ما تنظیم هایی رو چیزی که من برداشت آگاهانه چیز رو تنظیم میکنن که مقطعی جواب بده و جوابم میده. منتها حرف من اینه، میگم حال مردم خوب کنین. به قول تو اگه سازی مانکن این کارو میکنه دمش گرم نازش هستش. وقتی این نرسید آقای رئیسی، یه سری از هنرمندایی که به هر دلیلی خارج از کشور زندگی میکنم به ایران برگرد، زمینه ورودشون فراهم بشه؟ والا من به عنوان یک شهروند کوچک معلومه که دلم میخواد. اصلا من چیکارم که دلم نخواد کسی تو مملکت خودش بیاد؟ ضمن اینکه میدونی که تا اونجایی که من میدونم در قوانین ما هست که شما نمیتونین هیچ ایرانی رو منع کنین از ورود به ایران. من نمیتونم بیان ایران. مشکلشون تبعات ورودشون. بله دیگه، اونا ممکن نتونن خارج چند احتمالاً.
خب من دیگه پی این قضیه رو تنش مادن دیگه. یعنی من مثلا یک کس مثل خانم فرهانی، گلشیفته فرهانی، دوست داره پدر مادرش رو ببینه، حالا هنرشون بره، کارشون بره، نمیخواد این بره اصلا بازی کنه، آره بیاد خانوادهش رو ببینه، دوباره برگرده سر کار زنده. من این چیز رو بگم هوتن صادقانه، آره خیلی صادقانه. مشکل فضای قوانینی یا مثلا فضای چی میگن، چی رو میتونیم بگیم، مشکل کسانی که قانون گذارن نیست، مشکل اتفاقا مردمن. مردم همچین چیزی رو تاب نمیارن به نظر من. مطالبه مردمه این قضیه، مسئولین کارو میکنن. نه نه نه، من ظرفیت این بازگشت رو مردم ندارن. اون بیچاره نمیتونه بیاد دوباره، فکر میکنه بتونه به راحتی اینجا زندگی کنه؟ میدونی منظورم چیه؟ میتونه بره سر کوچه‌اش شیر بخره، نون بخره، ماست بخره مثلا. خب روزگویی هم کاری که خانم فرهانی کرد که طبیعتاً، یعنی اون نگاه یا اون روی کرد خانم فرهانی رو نداشته که را به نهایتاً کاری کرد که ما هم تو طول روز داریم باش مواجه میشیم. یعنی شما اقدام به خاطر هنر این کار کردن اقدام بعدی میدونی؟ نه 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 نه، من دارم عرض میکنم که رابعه حالا به قول شما در نهایت کشف حجاب کرد، حالا این یه چیز سلیقه‌ای است خورده، اما گلشیفته خب داخل یک فضای خیلی حرفه‌ای و جدی داره کار در واقع بازیگری میکنه. آه بذار اینجور بگم، سوال میکنم، خانم آنجلینا جولی بیاد ایران راحت میتونه راه بره تو خیابون؟ نه در مورد نگاه های مردم سوال میکنم. میگم که خب معلومه یک آدمی که یه جایگاه جالب و جذابی پیدا کرده تو دنیا، خب نمیتونه بیاد یک زندگی نرمالی توی مملکتی که برای این قضیه عادی براش نیست داشته باشه. منظورم اینه. موسیقی رپ هم گوش میده؟ نه چرا؟ دوست ندارم اصلا گوش ندارم اصلا. اگه میخوای بگم، چون از من پرسیدی رپ گوش میدی، گفتم نه، ولی راجع به یاس میگم کارش خیلی خوبه، ولی من مخاطبش نیستم. سلیقه‌ای نمیتونم، هیچ وقت تو زندگیم ننشستم گوش بدم، ولی بی نظیره. آخرین باری که خیلی ناراحت شدی و نشستی، حالا چه تو خلوت چه تو انزال گریه کردی؟ در مورد مرگ آدم ها اتفاق خیلی برم میفته. هر کدوم از عزیزان نزدیکان، حالا چه هنرمند چه غیره باشه که از دست میدیم، من خیلی متاسف شدم، دست خودم نیست، حتی اگه نهیده باشم میشه از نزدیک. سر صحنه‌ای که باید سر مثلا الناس داد میکشیدم، با چیز دعوام میشد، همش من اذیت بودم. الناس رو 10 بار ازش اصخار کردم، یه احساساتی شدم. در مورد مرگ صحبت کردیم، مرگ رو چه شکلی میبینی؟ مرگ زندگی کوتاه‌تر از اونیه که فکرشو بکنیم، بنابراین حالمون خوب باشه، خوش باشیم، برای حال خوب تلاش کنیم. بازم قبل از اینکه دوربین روشن شده داشتم بهتون میگفتم، من یه کامنت مثبتی وقتی واسه یه دوستی میذارم، بعضی از آدما بر نمیتابن، خیلی عجیبه برام. من میگم مهر و محبت چه اتفاق بدیه، ولی در عوض همون دوستان شروع میکنن به دیگران بد گفتن و نقد کردن و اعتراض کردن. من این سیستم اعتراض رو کلا نمیفهمم. تولید در سینمای ما هیچ وقت شکل حرفه‌ای به خودش نگرفته. خب هیچ وقت ما تولید حرفه‌ای نداریم. چرا؟ برای اینکه ما سینموبیل مخصوص استراحت بازیگر، مخصوص گریم، مخصوص چه می‌دونم لباس عوض کردن و لباس اینا نداریم. شما می‌دونید تو همه کشورهای دنیا، یعنی یک کشور فقیر مثال بزن که سینما داشته باشه، اون داره. یعنی برای اینکه پذیرفتن تولید در سینما یعنی این، یعنی اینکه آقا شما می‌تونید برید جای پرایوت داشته باشین، اون کانکسای پورتابل وجود داشته باشه، شما برید توش لباستون عوض کنین، گریم شین، استراحت کنین. حالا ما میریم سر فیلم، و فیلم ذاتاً سیستم حرفه‌ای نداره تولیدش دیگه، بعد قر 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 اعتراض قر، یا قبول کن یا قبول نکن. لذت ببر از همین کولیگری، از همین بی جا و بی مکانی، از همین نونپنیرهای دوره. آره لذت ببر، سخت نکن. این مهم نیست که نونپنیر رو داری میخوری یا مثلا غذای خفن، مهم اینه که حالت خوب باشه با اون چیزی که داری استفاده میکنی. تو یه دقیقه یه صحبتی حرفی که دوست داشتید بزنی، من شاید به جورت میکنم 75% 80% سالامو نرخوش نپرسیده با حال، معذرت میکنم. من قولم کودا ببینید توی گلسر یه
روانشناس شناختگراست که چند تا فاکتور داره، میگه که مثلا این فاکتورها رو توی ارتباط و رفاقت، هر نوع ارتباطی باید مراعات کنی. یکی از اونایی که میگه خیلی مراقب باشین، خیلی بامزه است، شاید مردم ما اینو ندونن و شاید فکر کنن که مثلا این رفتار خیلی اروپایی و راحتیه، میگه اصلا شما حق ندارین از همدیگه انتقاد کنید، اصلا گله و انتقاد حذفه، به جاش گفتگو و مذاکره. آره من فکر میکنم با هم یه گفتگو کنیم، یعنی همین الان بعد از این گفتگوی من و شما، اگه دوتا عزیزی که با هم دیگه اختلاف و دعوا و اعتراض و گله دارن، با یه گفتگوی ساده یا حلش کنن یا همدیگر آنطور که هستن بپذیرن یا کلن همدیگر رو ترک کنن، این بهترین راهه. خیلی ممنونم از اینکه اومدید، واقعا خیلی لذت بردم از هر صحبتی با شما، از حضورت و اینا قلبم میگن، از اخلاق خوبتون. اولین باری که شما دیدم تو اولین کنسرتتون بودش که تالار اسفند وحدت بود، شاید آشنایی من با شما نهایتا 4 ماه 5 ماه باشه، ولی خب انقدر این 4-5 ماه واسه من شیرین بود و هر جایی که شما دیدم، اخلاق خوبتون، منشتون، مردم دوستیتون، همه اینا الگویی بود که حداقل من جوونو تونستش من شرمنده می‌کنی. نه اینو قلبا میگم بدون این شغلا، یه چیزی یادم آورده، امیدوارم خودم شبیه حرفام باشم، این خیلی مهمه. حتما همین مسلمان هستی به دل همه میشی. خدا رو شکر لطف دارید، برام خیلی لطف کردید، محبت کردید. مرسی از شما که این برنامه رو دیدین. اگه خدافظی آرزویی، بازم میگم اگر یه موقعی هوتان هم نسبت به تو هم بیننده های عزیز، هر کی تک تک اگه از حرف من یه جایی رنجیدن ناراحت شدن، عذرخواهی میکنم و بدونین که من اهل گفتگو هم، اگه حرفی چیزی دارین به خودم میتونین بزنین با خیلی راحت، بدون اینکه به همدیگه بد و بیراه بگیم، میتونیم با همدیگه در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کنیم، یا همدیگه رو آنفالو میکنیم یا ادامه بیاریم. یک میوت هم آده خیلی خوبه، میتونی نبینی رو در فایسی داریم آنفالو کنی، میتونی نبینی. بسیار مرسی از شما، مرسی از نگاهتون، مرسی از اینکه این برنامه رو دیدید. امیدوارم که این قسمت از برنامه هم مثل بقیه مهمونهای عزیزی که اومدن لذت برده باشید. خدا نگهدار.